از خبرها و گزارشات پناهندگان و پناهجویان. سرخط خبرها. بیانیه شورای همبستگی پناهجویان و پناهندگان ایرانی در ترکیه به مناسبت روز جهانی پناهندگان. دستگیری یک پناهجو در اعتراض به مسکه انتخابات جمهوری اسلامی. جاموختن یک زن پناهجو در راه رسیدن به یونان. مرگ دست کم 513 کودک در محل کار در ترکیه. وخامت وضعیت بهداشتی پناهندگان در کمپ‌های پناهندگی یونان. سوء رفتار و تبعیض در بازداشت مهاجران در کانادا. و بستن مرز کرواسی با بوسنی در اعتراض به اخراج پناهجویان. درود بر شما. امروز یکشنبه 30 خرداد 1400 برابر با 20 جون 2021 خبرها و گزارشات پناهندگان و پناهجویان را از رادیو پیام کانادا در ترکیه تقدیمتون میکنم. لطفاً همراه ما باشید. به مناسبت 20 ژوئن روز جهانی پناهندگان، شورای همبستگی پناهجویان و پناهندگان ایرانی در ترکیه به مناسبت 20 ژوئن روز جهانی پناهندگان بیانیه ای صادر کرد. در بخش از این بیانیه آمده است: در اوضاع کنونی جهان به دلیل فجایعی از قبیل جنگ، فقر اقتصادی و زیرپا نهادن ابتدای ترین حقوق انسانی از جانب حکومت‌های دیکتاتور و استبدادی، شرایطی به وجود آمده است که بنا به آمار سازمان ملل هم‌اکنون 82 میلیون و 400 هزار انسان ناچار به ترک خانه و کاشانه خود شدند. هر روز در این مسیر کوچ خطرناک ده‌ها انسان‌ها قربانی موج‌های بی‌رحم دریا می‌شوند و یا توسط باندهای مافیایی و قاچاق انسان به عنوان برده جنسی و جسمی خرید و فروش می شوند. هرچند در پشت پرده هر جنگ و درگیری منافع دولت ها و جریان های ارتجاعی وجود دارد، اما پیامد آن برای میلیون ها انسان رنجدیده و زن و کودک جز آوارگی و ناامنی بیشتر چیزی در بر نداشته است. آنها پناهنده و آواره می شوند، زندگیشان در معرض نابودی قرار می گیرد به دلیل شرایطی که هیچ کنترلی بر آن ندارند. دولت‌های غربی برای مقابله با ورود غیرقانونی پناهجویان، دیوارهای بتونی، حصارهای تو در تو و نرده‌های خاردار کنترل شده درست کردند و هر سال قوانین ضد مهاجرتی را تشدید می‌کنند. بنا به تصویب همین قوانین، پناهجویان را به جزایر دورافتاده تبعید می‌کنند، در حالی که مداخله دولت‌های غربی و حکومت‌های ارتجاعی منطقه‌ای در قانون‌های بحرانی جهان و در شکل دادن به گروه‌های فرقه‌ای تروریست و برپایی جنگ های نیابتی نقش بسزایی داشته، اما هیچ کدام از این قدرت های حاکم بر جهان عواقب ویرانگر سیاست های خود بر زندگی مردم منطقه را نمی پذیرند. جنگ افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و یمن با حضور نظامی دولت های غربی به بحران حل نشدنی تبدیل شده است. اگر روزی تنها یک دیکتاتور در این کشورها در رأس قدرت قرار داشت، حال ده ها فرقه تروریست و هر کدام با حمایت یک دولت خارجی حکم می راندند. حال جا دارد از قدرت های غربی و استبدادی فاشیست محلی سوال شود که آیا در این جنگ های ویرانگر به خانواده های سران این حکومت و آسیبی وارد شده است؟ یا به برکت جنگ و خشونت میلیاردها دلار به جنگ آورده اند؟ کشورهای جهان حدود 70 سال پیش اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهده ها و کنوانسیون حقوق پناهندگان را تصویب کردند. ده‌ها نهاد و ارگان حقوق بشری در دفاع از آن برپا شدند. پس چرا حقوق بشر همچنان نادیده گرفته می شود؟ آیا این شعاری بیش نیست؟ نامگذاری روزی با نام روز جهانی پناهندگان اگرچه تحت فشار مبارزه در دفاع از حقوق پناهندگان انجام شده، اما این امر به تنهایی دری از مشکلاتشان را دوا نخواهد کرد. تنها تلاش، فعالیت و مبارزه متحدانه ماست که می تواند روز بهتری را برای جامعه انسانی و تمامی انسان‌ها رقم بزند. پس هر کجا هستیم با اتحاد و همبستگی این دنیای وارونه را به چالش بکشیم. تغییر امکان پذیر است، در صورتی که منافع و سرنوشت مشترک را با اتحاد و همبستگی فریاد بزنیم. در آستانه روز جهانی پناهندگان، ما بر اساس کنوانسیون تعریف شده حقوق پناهندگان خواستار به رسمیت شناختن حقوق ما می باشیم. در این راسته باری دیگر تاکید می کنیم کسانی که قبولی کمیساریه عالی و اداره مهاجرت کشور ترکیه را دارند و سالها در انتظار ماندند، سریعا برای انتقال آنها توسط کشورهای پناهنده پذیر اقدامات لازم به عمل آید.
افرادی که سالهاست به دلیل شرایط حاکم بر جامعه پناهندگی به پرونده آنان رسیدگی نشده است، ضرورت دارد پروسه رسیدگی به پرونده‌شان را تسریع دهند. دستگیری یک پناهجو در اعتراض به مسکه انتخابات جمهوری اسلامی. هوریا ابراهیمی، پناهجو ساکن ترکیه و زندانی سیاسی سابق در جمهوری اسلامی، در اعتراض مسلمت آمیز علیه مسکه انتخابات جمهوری اسلامی روز جمعه 18 ژوئن برابر با 28 خرداد مقابل کنسولگری ایران در آنکارا، در حالی که پوسترهایی از مادران آبان 98 در دست داشت، بازداشت شد. بنابر فایل صوتی از ایشان که برای شورای همبستگی ارسال کردند، شب همان روز او را آزاد کردند. دستگیری معترضی که به دیوار کنسولگری جمهوری اسلامی در لندن رنگ پاشید. پلیس لندن سید هاشم حسینی از مخالفین جمهوری اسلامی به دلیل اعتراض به مسکه انتخابات که به دیوار کنسولگری رنگ پاشیده بود، همراه دو نفر دیگر بازداشت می‌کنند. شماره زیادی از مخالفان جمهوری اسلامی مقابل کنسولگری ایران در لندن جمع شده و شعار می‌دهند. پلیس با شماری از تظاهرکنندگان درگیر شده و سه نفر از آنان را بازداشت می‌کند. مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در اعتراض به برگزاری انتخابات در مقابل حوزه‌های رأی‌گیری در تمامی شعبات خارج کشور تجمع کرده و ضمن خواهان برچیدن این مسکه انتخابات با شعار رأی بی رأی نابود با جمهوری اسلامی، آن روز را به کام سردمداران و مزدوران رژیم تلخ کردند و معدود افرادی که تمایل به جمهوری اسلامی دارند و برای شرکت در این انتخابات آمدند را شناسایی و رسوا کردند. جنباختن یک زن پناهجوی کرد در راه رسیدن به یونان. یک پناهجوی زن اهل سردشت، شهرستان سردشت، در حین رفتن به یونان در اثر سکته قلبی ناشی از خستگی راه جنباخت. روز دوشنبه 24 خرداد 1400 یک پناهجوی زن با هویت مهدی نبی‌زاده 27 ساله و اهل سردشت در مسیر رفتن به کشور یونان در اثر سکته قلبی ناشی از خستگی جانباخت. مهدی نبی‌زاده به همراه همسر و دو دختر 7 و 4 سالش از مسیر خشکی مرز بین ترکیه و یونان قصد داشتند که خود را به مرزهای یونان برسانند که به دلیل مسافت طولانی و خستگی ناشی از پیاده روی دچار سکته قلبی شد. طی 6 ماه گذشته دست کم 11 پناهجوی کرد ایرانی در حین رفتن به کشورهای اروپایی جانشان را از دست دادند. مرگ دست کم 513 کودک در محل کار در ترکیه. طبق داده‌های شورای پناهندگان، حداقل 513 کودک که 58 نفر از آنها پناهنده مهاجر بودند، در 8 سال گذشته در محل کار در کشور ترکیه جان خود را از دست دادند. وخامت وضعیت بهداشتی پناهندگان در کمپ‌های پناهندگی یونان. پزشکان بدون مرز در تماس خود با رهبران یونان و اتحادیه اروپا اظهار داشتند که وضعیت بهداشتی پناهجویانی که در اردوگاه‌های جزایر اژه نگهداری می‌شوند، رو به وخامت بیشتری می‌رود. پزشکان بدون مرز خواستار جابجایی پناهندگان در این کمپ‌ها به یونان یا سایر کشورهای اروپایی شدند و خواستار این شدند که دم باید مراکز جدید دایر شود و سریعا باید شرایطی را که زندگی پناهجویان را به خطر می‌اندازد متوقف کنند. پزشکان بدون مرز در نامه سرگشاده خود به نخست وزیر یونان و همچنین از طریق کنفرانس مطبوعاتی طرحی با عنوان هزینه‌های انسانی که سیاست‌های اروپا در زندگی پناهجویان، پناهندگان و مهاجران دارد را ارائه داد و بار دیگر خطاب به مقامات اروپایی و یونانی تاکید کرد باید سیرمیکرد خود را نسبت به مهاجرت تغییر دهند و از ایجاد کمپ‌های مانند کمپ موریای جدید دست بردارند. بر اساس گزارش این سازمان، تحت عنوان اساس بحران در مرزهای اروپا، 456 کودک با مشکلات روانی در بیمارستان لسوس زندگی می‌کنند که تعداد آنها در سال‌های 2019 و 2020 افزایش پیدا کرده است. باید از زندگی انسان‌ها در مسیر مدیترانه مرکزی محافظت نمود. دیدبان حقوق بشر روز جمعه در بیانیه‌ای گفت که دولت‌های اتحادیه اروپا مسئولیتی جمعی بر عهده دارند که از زندگی و حقوق مردم در حال حرکت در مسیر مرکز مدیترانه محافظت کنند. سران کشورهای اتحادیه اروپا در جلسه بعدی شورای اروپا مورخ 24 الی 25 ژوئن 2021 در بروسل سیاست‌های مربوط به مهاجرت را به بحث خواهند گذاشت. جودی ساندرلند، مدیر اتحادیه اروپا و آسیای میانه در دیدبان حقوق بشر می‌گوید
این شرم‌آور و غم‌انگیز است که کشورهای اتحادیه اروپا نمی‌توانند در مقوله اساسی مانند نجات زندگی انسان‌ها در دریا به توافقی دست پیدا کنند. وی افزود مردم در حال غرق شدن هستند، در حالی که رهبران اروپا در حال مجادله با هم هستند. ادامه خبرها. لیتوانی به مترجمان افغانستانی پناهندگی می‌دهد. لیتوانی روز جمعه اعلام کرد که قصد دارد به 12 مترجم افغانستانی که تاکنون با نیروهای نظامی بین‌المللی همکاری کردند پناهندگی اعطا کند. این کشور حوزه بالتیک که عضو ناتو و اتحادیه اروپا است، دلیل اعطای پناهندگی به مترجمان افغانستانی را بیم آنها از سرکوب و تهدیدهای طالبان پس از خروج نیروهای خارجی از کشورشان عنوان کردند. حداقل 25 کشته بر اثر واژگون شدن قایق پناهجویان در یمن. در آخر هفته گذشته یک قایق که حامل حدود 200 مهاجر بود در سواحل یمن واژگون شد. گفته می شود که جسد 25 پناهجو پیدا شده و حدود 175 پناهجوی دیگر تاکنون مفقود هستند. سازمان بین‌المللی مهاجرت روز دوشنبه اعلام کرد گزارش‌ها در مورد واژگون شدن این قایق را تایید می‌کنند. احتمال دارد این قایق حامل مهاجران از شاخ آفریقا در سواحل شمال شرقی این قاره به سمت یمن حرکت کرده باشد. جان باختن دست کم 4 نفر در غرق شدن قایقی در نزدیکی جزایر قناری. حداقل 4 پناهجو به دنبال غرق شدن قایق حامل آنها در نزدیکی جزایر قناری متعلق به اسپانیا جان خود را از دست دادند. یک کودک و یک تن باردار از جمله جان باختگان این حادثه هستند. جزایر قناری به یکی از مقاصد اصلی پناهجویانی تبدیل شده که به امید زندگی بهتر در قاره اروپا به سفر دریایی پرخطر تن می‌دهند. برای گزارش قایق حامل پناهجویان حدود ساعت 10 پنجشنبه شب در نزدیکی جزیره لانزاروته غرق شد. سوء رفتار و تبعیض در بازداشت مهاجران در کانادا. دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل در گزارش مشترک پیش از روز جهانی پناهندگان در 20 ژوئن اعلام کردند که کانادا سالانه هزاران نفر از جمله معلولان را به دلایل مرتبط با مهاجرت زندانی می‌کند. در این گزارش صفحه‌ای تحت عنوان من در آنجا احساس نمی‌کنم که همانند یک انسان هستم، بازداشت مهاجرین در کانادا و تأثیر آن بر سلامت روانی ایشان و وضعیت بازداشت مهاجرین در کانادا را مستند کرده است. این شامل پناهجویانی که از آزار و اذیت گریخته و به دنبال حمایت به کانادا آمدند هم می شود. این افراد به طور مرتب با دستبند و دربند و زنجیر نگهداری شده و هیچ ارتباطی با دنیای خارج ندارند. بدون تاریخ مشخص و تعیین شده برای آزادی آنها برای ماه‌ها یا سال‌ها در حبس می‌مانند. بسیاری از آنها در زندان‌های استانی با جمعیتی از زندانیان و اغلب در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند. کسانی که دارای ناتوانی‌های روانی اجتماعی بوده یا دارای مشکلات ذهنی هستند، تبعیض را در طول این مراحل تجربه می‌کنند. کودک 9 ساله مهاجر حین عبور از رودخانه برای رفتن به ایالات متحده آمریکا غرق شد. مرزبانان ایالات متحده اعلام کردند که کودک 9 ساله مکزیکی حین تلاش برای عبور از رودخانه ریو گرانده برای ورود به آمریکا جان خود را از دست داد. مرزبانان 3 نفر را که بیهوش شده بودند در میان رودخانه پیدا کردند. این افراد یک زن گواتمالایی همراه با کودک 3 ساله و یک کودک 9 ساله مکزیکی بود. درخواست از یونا برای لغو اعلام ترکیه به عنوان یک کشور امن. چه سازمان غیر دولتی خواستار لغو تصمیم مشترک وزیران شدند که ترکیه را به عنوان یک کشور سوم امن برای شهروندان سوریه، افغانستان، سومالی، پاکستان و بنگلادش توصیف می‌کند. این سازمان‌ها در بیانیه مشترکشان بیان کردند راه حل نمی‌تواند بازگشت پناهجویان به ترکیه باشد. ترکیه محافظت بین‌المللی از کنوانسیون 1951 ژنو را برای اشخاصی که به دنبال حمایت بین‌المللی از کشورهای غیراروپایی هستند را ارائه نمی‌دهد و از مارس 2021 از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان استانبول نیز خارج شده است. بنابراین دیگر از قربانیان تبعیض جنسیتی و زنانی که با آنها با خشونت رفتار شود هم حمایت نمی‌کنند. بستن مرز کرواسی با بوسنی در اعتراض به اخراج پناهجویان. ده‌ها فعال سیاسی و اجتماعی از کشورهای مختلف اروپایی در اعتراض به رویکرد پناهجوستیز آژانس مرزبانی اروپا مرز کرواسی با بوسنی را بستند.
معترضان از اتحادیه اروپا خواستند تا فرونتکس را منحل و به رویه بازپس فرستادن هزاران پناهجو به خارج از مرزهای کشورهای عضو پایان دهند. این فعالان دست نوشته‌های چون هیچ انسانی غیرقانونی نیست و به اخراج پایان دهید را با خود هم می‌کردند. با سپاس از اینکه تا انتهای برنامه همراه ما بودید. تا برنامه دیگر بدرود. خبرها و گزارشات پناهندگان و پناهجویان.